به نام خدا، خانم ها آقایان، سلام. اینجا بگو بخنده، من عبدالله روا هستم. خوش اومدید به شبکه نسیم و بزرگترین برنامه در حوزه کمدی در تلویزیون. امیدوارم بهتون خوش بگذره. امشب در بخش خارج از مسابقه هستیم، پس داور رو نداریم، ولی یه سری از هموطنهای عزیزمون به نمایندگی از شما مهمونمون هستن که برای خودشون و شما دست میزنن. امیدوارم که بگید و بخندید و شاد باشید امشب همگی، مخصوصا شمایی که دارید برنامه رو نگاه میکنید، و امیدوارم به شماها خیلی خوش بگذره، مخصوصا این روزها که خوشحال بودن. برای مشکلات زیادی که پیش میاد یه خورده سخت‌تر میشه دیگه، به خاطر این مسائلی که هست و اعصاب آدم‌ها هم خورده خیلی وقتا، حالا به دلایل مختلف. اینقدر این مسئله اعصاب زیاد شده و اعصاب همه خورد شده بعضی وقتا که میری دکترم، دکتر اصلا معاینه نمی‌کنه، میگه مال اعصابته. من اون روز رفته بودم مطب یکی از دوستام نشسته بودیم، آقای دکتر دیر رسید، اومد، مردم نشسته بودن منتظری، و گفتن سلام، گفت سلام از اعصابت. آقا اصلا این آقا اومده آب سرد کنه تعمیر کنه، اصلا مریض شما نیست. گفت باشه، ولی از اعصابشه. خب آقای خانمش آورده بود که ببینه مثلا بچه‌شون دختر میشه یا پسر. فقط آقاها رو خانم دکتر دید، گفت آقا شما از اعصابتونه. گفت ببخشید من اصلا خانومم آوردم، هنوز ندیدین. گفت ندیده میگم، از اعصاب شماست. گفت آخه 8 ماهشه، یه نگاه بنداز اول، شما اینو یه نگاه بنداز، شاید چیز دیگه هم به ذهنت رسید. گفت ببینم، ای منتظر بچه این، ببخشید بچه من اشتباه گفتم، از اعصابتونه. معاینه نمی‌کنی؟ از اعصاب خود دکترم هست، مواظب باش. من خواهش می‌کنم اگه اعصابتون خورد بود، یه گلگاب زبون لااقل بخورین دوستان. ممکنه خیلی مؤثر نباشه ولی خوشمزه است. ربطی به قضیه نداره. دستتون درد نکنه، خوش بگذره بهتون. اول آقایونی که اینجا دست بزنن. بله. حالا خانوما دست بزنن. خیلی ممنون. خیلی ممنون. ما از چند نفر خواستیم داوطلب بشن، یه چیز بامزه به ذهنشون برسه برای ما بگن. شما اسمتون چیه؟ علیرضا پیشاهنگ هستم. پیشاهنگ؟ بله. خوش اومدی عزیزم. با کی اومدی؟ با مادرم. شغلت چی؟ دانش آموزی یا بیشتر؟ دانش آموز. چند سالته؟ من 14 ببخش. 14. بازم فکر کن وقت هست. خب چی برامون داری؟ جوک میخواد بگی ها؟ بله. بفهم. به یه فیلی یه روز یه لباس خواب میپوشه، آویه، بهش میدونی چی میگن؟ بهت میاد؟ نمیگن؟ همونو میگم بهت میاد. آف خب شنیده بودم. ادامه داره؟ ادامه داره، ادامه. شب بعدی یه لباس خواب قرمز میپوشه، این دفعه بهش میدونی چی میگن؟ بدونم هم نمیگن. میگن اینم بهت میاد، اینم بهت میاد. فردا شبش یه لباس خواب زرد میپوشه، میدونی این دفعه بهش میگن چی؟ میگن میگن چرا اینقدر لباس خواب داری تو. آفرین آفرین آفرین. اون آقا خودتون رو معرفی کنی. سلام، حمید شمامدی هستم، از توی سرکان، شهر جهانی گردو. به به، میخواستم بگم گردو نیاوردی با خودت، نه؟ شما هم جوک برامون داری؟ یه روز به یه نفر میگن بلدی با بالش جمله بسازی؟ میگه آره. میگن خب بساز. میگه یه گنجشک دیدم، یه تفنگ دستم بود، زدم به بالش. میگن نه عزیزم، این بالش، اون بالش. میگه آها، زدم به اون یکی بالش. میگن اصلا ولش کن، با تشک جمله بساز. میگه تشک داری زدم به بالش؟ میگن عجب گیری کردیم، اصلا بی خیال بابا، با تخ جمله بساز. میگه خیال تخ، زدم به بالش. آفرین آفرین. باریکلا. شما با کی اومدی؟ من با خانومم. با خانومتون اومدی؟ همسرم اینجا نشستن، همین نزدیکا هستن. نفر بعدی کی میتونه با ما حرف بزنه؟ بعد این آقا مورد خوبیه. آقا سلام، خودتون رو معرفی کنی؟ سلام، خسته نباشید، مصطفی خوش اخلاق از جلفا، ساکن تهران پارس. زنده باشین، خوش گلدین. سوال، پس مصطفی خوش اخلاق، فامیلیت خوش اخلاقه؟ 100%. باریکلا.
یکی میخواست بره سفر تونست، یکی نتونست. این یه جور همه شنیدن، این بچه هم شنیده. ممنون از همه خانواده ها، خوش اخلاق، مرسی، سلامت. عالی. خب میریم سراغ برنامه و خیلی قراره امشب خوش بگذاره. خیلی ممنون. متشکرم. در قسمت جذاب دیدی خندیدی هستیم، یعنی یه تعداد از تماشاگرامون داوطلب شدن که مقاومت کنن در برابر خندیدن. بازیگرامون هم سعی میکنن اینا رو بخندونن. وقت محدودی داره، حالا قوانین رو وقتی اومدن میگم. امید عزیز، امید محرمی و سعید که از گروه بچهای تندیس کمدی هستن، از شرکت کننده‌های همین فصلن که تشریف آوردن توی این قسمت هم هستن. حنیف هم که مثل همیشه زحمت میکشه، براشون دست بزنید. ممنونم. نفر اول بفرمایی، خواهش میکنم به افتخارشون. خوش اومدید، قربونتون برم، خیلی ممنون. بفرمایی، خواهش میکنم نزدیکتر خودتون معرفی میکنم. مخلود شیرینپور هستم. آی شیرینپور، بله. خیلی خوش اومدید. برخلاف خواهش کنم بفرمایی شیرینپور. آقای شیرینپور هستن. آقای شیرینپور، بچه ها چهارتاشون تست میکنن. حالا ممکن شما اولم بخندین، ولی بعد چهارتا که اجرا کردن خنده ها رو جمع میزنید. شما مقاومت کنید. اینا حق لمس شما رو ندارن. شما هم چک نزنید زیر گوششون. خب، تعزیه. و شما جوابشون هم نباید بدید. این بچه ها هم وقت محدودی دارن. این قوانین رو باید رعایت کنن. چیزی هم پرسیدن محل ندین. خب؟ آفرین. آقای مقصودپور آمادن؟ بچه ها آماده این شما؟ بله. ما با هم آقای شیرینپور. مقصود شیرینپور. باری کلا آمدید. آفرین. ببخشید. مقصودم هم همون شیرینپور بود. مزه ریختم آقای شیرینپور. بخندید لطفا. متشکرم. برای آقای شیرینپور دست بزنید خیلی کوتاه. ها حالا. 3 2 1. نه. بگید. 3 2 1. کجای آقای شیرینپور؟ با 6 ساعته دارم دنبالت میگردم. عین خودت شیرینه به خدا. فقط نه، شبیه سر شما نیست. خب معذرت میخوام، ببخشید. از قدیم بزرگترای مثل شما به ما گفتن که میوه زیاد بخورید، بعد به ما میگفتن که ویتامین میوه ها تو پوستشه. خب مامانم هم میرسید به بابام پوستشو میکند، میگه برو میوه بخر. خب این یه لحظه اجازه بفرمایید، کلا میوه ها به درد نمیخوره. ویتامین تو پوستشه. اوکی، شاید باورت نشه، حالا قسمت شمالی پوست پرتقال خوردی؟ نخورد. من نخورده بودم تو امروز. شیرینپور شو نشه. شیرینپور فقط به خاطر خودت. من میدونم مثل زهر مار تلخه. خب من کلا فیبی با پوست دوست دارم. شما فیبی با پوست دوست داری؟ خیلی دارم. حاج میکنن یه همه اینا به یاد کیکی از ریای سابق پوست کیک هست. نمیخوری؟ ممنون متشکرم. همه اینا برای آقای شیرینپور خاطره بود، درسته؟ نمیخندی؟ نداشت. الان میخندی؟ چیزی نمیخندی دیگه. نمیخندی خندی. نه، راحت باشی. بیا. دمتون گرم آقا. عالی بود. چه مقاومتی. آفرین. باری کلا. خیلی مقاومت. وقتی شرفتون رو گرفتیم آقا. الان میام خدمت. نفر بعد بیاد آقای شیرینپور. چی سلام میدونی؟ فقط بگو. میگه بیا. آقا شیرینپور سلام. خوبی؟ من گدا نیستم ها. من 5 شما به من پول میدین، من کارت به کارت برات میکنم. خب برات برسم شهرستان، برات کارت به کارت کردم. 5000 تومن بده شیرینپور، نمیخواد بخنده اصلا. آقا شیرینپور
شبیه مویز شدی اینقدر نمیخندی. خواهش میکنم بخند. نه نمیخند. بذار بابا هم بگم بیا. شیرم پرتوی کجای مرد؟ خوبی؟ چه خبر؟ همسایه من بودین در قهوه‌ایه الان شده سفید. آره خودتی؟ شیرم پر گوشم سنگینه داد میزنم آقا شیرم پر نمیخواد نه بد نبود بری آفرین آره. باری کم آره. دست نداره خدا خدایی ادامه داره خیلی سرسه آقاشون همچنان آقا دیگه آخرین شانستون استفاده دید حالا امیدم داره میره دیگه شیرم پور جان من اصلا کاری ندارم قربونت من یه این ضبطای قدیمی یاد میاد من ضبط قدیمی ام باورت میشه پلیو بزن بچا کن برات یه آهنگ قدیمی پخش کنم بزن راحت باش بزن کدومو دوست داری بیا من برات میزنم شیرین پور اصلا تکونم نمیخواد زنده ای قربان من نگران شدم ابن به خدا آره نه زنده است زنده ای بابا یه دونه بزن من زدم بهش کن خندیدا اولش خالی هست دیگه درسته شد خزان گلشن آسبایی شد خزان آسبایی شد خزان شد خزان داره نوار جمع میکنه دارم مقاومت میکنه نتونستین دیگه بچه زور آخر زور آخر خندت چجوریه واقعا بگو چجوری میخندی امید جان آی محرمی بزن داشت چجوری بگو خب خدای مقاومت خدای خیلی خوب افتخار شما را بفهمید آفرین بفهمید حالا یه چی بگو ما بخندیم شما در زندگی عادی خودتون کم میخندین؟ با همسر عزیزم باشم نه زیاد این چهارتاشون اندازه بعضی وقتای همسرتون هم بامزه نبودن راست میگی ببخشید ما بیمزه ایم ببخشید بفرمایید روی استراحت داشته باشین قربتون باشم همسرشون اینجا تشریف دارن آ شمایی شیرین پور خیلی عجیب بود آره یعنی شیرین پور توی ذهن من یه شخصیت جدایی الان دیگه خب نفر بعدی بیاد دست بزنید براش خوبی زنده باشه قربونتون برم خیلی خوش اومدید. خودتون رو معرفی کنید. اسماعیل عظیمی هستم. آقای عظیمی، خیلی ممنون. شما هم همون جوریه قضیه‌تون؟ نه، بفرمایید خواهش. آقای عظیمی. ببین آقا جم من همین الان فرودگاه رسیدم واقعیتش من یه دایی دارم هر کاری میکنم نمیتونم متوجه زبانش بشم البته میدونم میفهمم یه چیزه ولی گفتم حالا شما معلومه که آدم با شخصیتی هستین نشه مشخصی که به زبانهای مختلف هم واقفین بعد اگه میشه شما دو کلمه باهاش صحبت کنید ببینید چی میگه من کار اینو راه بندازم دم شما گرم دایی جان دایی جان بیا هالو اینجا شو میفهمم میگه سلام باقی رو بگو آقا نواب آفرین میفهمم میگه یه چیزی به حده ببن نواب بخال بالا مرتوش باشه به من بگو چی میخواد نه آها نمیتونه حرف بزنه بذار یه ذره واضح تر بگیم بهش نمیخوره ولی بد نبود اصلا یه لبخندی بود قبوله به افتخارش آفرین ادامه میدی بله خب برو دیگه خندید خب شما چیکار میکنین؟ رفتین؟ خندوی مشاره بدیم بفر بعدی خیلی خوب باشه
خیلی لطف کردی. زنده باشی. خوشحال شدم. رفت. عالی بودی. درجه یک. من خیلی ممنونم. قربت برم. ماشاءالله. بعد از چیکونی؟ آفرین. متشکرم. خب، نفر سوم. بله. خیلی ممنون. بیا. خوب است. دست بدیم. اسم تو ایشالله که میتونی بگی. خدا رو شکر. مسلطی روش. بفهم. سید حمید باقستانی هست. به به خیلی خوش اومدید باقستانی. خواهش می‌کنم بفرمایید. آقای حمید خان، سید حمید. بچه آماده این؟ بله. حمید باقستانی دانش بنیان ها، مواظب باش. روزگارم سخت شده حمید، میدونی؟ آقا درست رو بردی. جل پاتو ببین. این نزد اول. آقا شما زدی. آقا این اول نزد. آقا نزد اصلا اول دوم نشتی. آقا خوردی من دیگه. آقا نخوردم. آقا چه چرب مسخره تو خوردی من. آقا نخوردم. دل دبه میکنم. آقا نخوردم. این نخورد من. آقا من نخوردم دیگه. درسته. من نخوردم دیگه. کنار هم بودیم. این خورد. خورد. آقا این اول نخورد. آقا جان نشون بده ویدیو چک دار. نشون بده آقا جان. نشون بده صحنه رو. باشه. تمام شد. میبینیم دیگه. بله. درخواست ویدیو چک دادم. بفهم. شمشیر رو بعد اون جواب ده خبرو امید زارد من که نخوردم باریکالله آقا سلام خوبی؟ من چون اسم شما رو نمیدونم همون شیرین پور صداتون میکنم براش مهم نیست آقا شیرین پور من حقیقتش شاید الان تو ذهنت بگی که من کیم من آدم نیستم من مرغم من ظاهرم شبیه آدمه اینم داداشمه سلام بهش کن سلام شیرین پور سلام 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 شیرین پور سلام سلام این اصلا چیز خنده‌داریه کلا اصلا هر جا اصلا خب سعید میای بله سعید بیا با چاقو رو بابا شمشیره جواب من خیلی کار خاصی با شما ندارم همین که دستتون نگهدارین که فایده میکنه میخوام برقش به یه جا وصل بشه دسته بازیه بله بفهم قمت بزن های های فایت حریف این حریف اینه حریف اینه یخ یخ باش باش چی داری میندازی گیش گیر؟ یخ یخ گیش گیش ساب زیرو بگم این برق مثلا یه ذره خونه این بابا برقیه همین این برق تو من اون پیره مردم اون بابا یخیه این بابا برقیه همین بذاری عوض کنم شخصیت رو حالا برو اون چیز میشه منو میشه چیز برداری؟ چی برد؟ اون پیره مردم اون سم پرت میکرد آره بیا برداشت آره برو 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 هی 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 سم سم ها ها چه شخصیت من عوض کن بیا 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 من اون دایناسورم باریکلا باریکلا ممنون خب اون دو تا عزیز دیگه بیان آقای شیرین پور آقای باقستانی هم که اینجاست و عزیز دیگه همون بفهم دست بزنید درشون کنار هم بریستیم بچه ها هر کی به نظرتون بهتر عمل کرده تشویق کنید اول آقای شیرین پور یه قدم میان جلو آفر بفرمایید نفر دوم بله آقای شیرین پور فعلا بیشتر رای آورد و نفر سوم فامیلاش آقا شیرین پور اینجا شایسته سالاری نداری باید آدم با خودت بیاری با فامیلا اومدی نه؟ ده 15 نفری هست فقط ده 15 نفر آره؟ مثلا داداش داره اینجا؟ نه خواهرش؟ زنداییش آورده زندایی به بعد دایی چی؟ چند تا؟ دو تا دایی داری فعلا آره ماشاءالله انقدر زیادن ممکنه ممکنه اصلا تا آخر برنامه سه چهار نفر دیگه هم بیان از فامیلاشون دستتون درد نکنه تشویق کنید همه رو آقای شیرین پور برنده است خدا حافظ جان خدا حافظ
متشکرم ازتون. خیلی متشکرم. همینطور که از شواهد امر برمیاد با بخش فاجعه بار و پرطرفدار جوک دوست در خدمت شما هستیم. بچه‌ها خودشون معرفی میکنن، شروع میکنیم. بگید. امید محرمی هستم. سعید نوری هستم. ارشیا نجیمی هستم. علی اسدیان هستم. چقدر خوبه که هستیم بچه‌ها. شروع کنیم. میگه که میدونید به یک وانت به چی میگن؟ بهدار. وای راست گفت. احساس کنم یک کره 100 گرمی خوردم اینجا هم اینجوری شد. چه مثالی زد. بهرو میگم کجای تهران میشینی؟ میگه هر جا خسته شدم. سب هر جا بشینه خونه شدی سنگ کلیه. یه روزی به بنده خدا یه درخت رو نشون میدن، میگن که این چیه؟ میخورد درخت. بعد میرن این مقدار جورتر، دوتا درخت کنار هم دیگه هست، میگه این چیه؟ میخورد درخت درخت. میرن یه مقدار جلوتر، میرسن به یه جنگل، میگن چه؟ درخت 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 درخت. وای وای سگ کلی. وای یه جوری داشت شبیه این کارگاه انتقال تجربه حرف میزد. نه یارو یه خبر داغ میشنوه گوشش میسوزه. عالی بود. وقتی دو تا تلویزیون با هم دیگه کار دارن، مثلا کارای شخصی، میرن تی وی هم دیگه. وای وای وای. بابا یه باباش میگه بابا خوابم نمیبره چیکار کنم؟ باباش میگه بابا چی بابا یه چی میگه باباش بره؟ خیلی منطقی بود. فلانی بچهش نمیخوابه به ژل میزنه که بخوابه. میدونی کسی که قلبش بیسته چیکار میکنن؟ براش صندلی میذارن. جوجه میره تو آفتاب، خیس بوده. بعد با مامانش میگه مامان چرا اومدیم تو آفتاب؟ مامانش میگه مامان جوجه هم جوجه. سوسکا مهمونی داشتن. مامان جوجه مگه مرغ نمیشه؟ مرغ کردی که سوسکا مهمونی داشتن. یکی جوجه رو کشیک میداده، بعد زنگ میزنه میگه که بچه‌ها دمپایی اومده، بقیه سوسکا میگه رفت. خوبه لزومی ندید دیگه بیشتر از این بشینه. اضافه میره عروسی تو کفشش میره عروسی. خیلی خوب آقا، دستتون درد نکنه. خیلی متشکرم. بس کنید. خیلی متشکرم. بریم بخش بعدی رو ببینید. خیلی ممنون. خیلی ممنون. بعضی از ما هنوز با وجود اینکه حالا فاصله بین آدم‌ها زیاد شده و رفت و آمد کمه، ولی همیشه پدر بزرگ مادر بزرگامون یادمونه. کیا هستن که پدر بزرگ مادر بزرگشون هنوز در قید حیاتن؟ یه دست پرش بزنم و بدونه. به به ماشه. کیا مثل من از دست دادن اونا رو؟ الهی بمیره. آره روحشون شاد باشه. مخصوصا یه چیزای غیر قابل جایگزینیه دیگه، مثلا شب چله ها یا عیدا. مامان بزرگ من خودش همیشه به من یا خوراکی میداد یا پول میداد، یه وقتایی مغز پسته به من میداد. الان خود پسته نیست، مغز پسته هاش ولی مرطوب بود، غذا رو میخورد، مغز پسته هاش رو دندون نداشت، اونا رو پس داد به من. جدی این معروفه تو فامیل ما، اینا میگفتن که آره. نه داریم چیز میکنیم ها. ای وای بله، یه دست بزنید برشون. سلام علیکم. به وضعی ها برات خودم گفتم آهنگ بذارم. یا آهنگ رفیقمه، پول دادم برام آهنگ بذارم. رو با دهن میزنه؟ آره. مرتضا بسه. مرتضا بس. پول دادم اندازه پولت آهنگ بذارم. انگار اولیور داشت میزد، مرتضا بهش نمیخورد. من زداشتم مرتضا دفی چیزی بزنه. ده خوب هستی؟ بگو اینو هم من دورش کنن. منو؟ دور شو. بله. آقا برات هم که برات نه، برات کرنه اوله. آقای برات کرنه اوله است، درست گفتم؟ بله. خوش اومدی. اینم که میخوای تو بشین؟ نه خواهش میکنم، خوش اومدی. تو بشین. اینا محافظاتون هم؟ اول تو. اول شما بفهم. اول تو بشین دیگه به وجنات. اول تو استاد بفرمایی. شما قاتلی ندان. قاتلت سیسیلی. به به خوش اومدین، دست شما درد نکنه. بیا با این آشناشا جاناتان.
جاناتان عشق منه. زنده با باشه. جولز و جولی هم آشنا شد. جولز و جولی هن اینا؟ بله اینا بادیگاردای بنده هستن. خیلی خوش اومدی. اگه جانب. که تلفن داره. موبایل دارم. بله. بله. مادر خوبی؟ چی گذاشتی؟ قرمه سبزی؟ خب میخورم. قربونت خدافز. خدافز. خب آقا برات اگه نکته ای داریم میگم بگیم که بعد بریم سر برنامه. جولز و جولی. بله. جاناتان منو بگیرید. منو با روا تنها بذارید. میتونی تنها باش. برید. خوش اومدی. شغل سختیه براشون دست بزنید. خیلی ممنون. خب. دستم نمیدی دیگه. الان فهمیدی استعداد من چیه؟ استعداد جدید میاره هر دفعه. استعداد جدیدم توی بازیگریه. آها الان نقش جدید برای این اینجا هم دستمال کاغذی گذاشتم. قوب همون نشکم وایسا بیام برداشتی؟ آها الان شناختم آره باری کرنا خب خیلی ممنون سلامت باشی عبدالله دلم برای تنگ شده بود منم همینجا چیه دیدم میگم انگار سالیان و سلمان تو رو ندیدم مثلا نه چیه دیدم میگم عبدالله خوش اومد قرمونت برم ببین عبدالله من فهمیدم واقعا بازیگر خفنی هستم خیلی خوب بودی چیه دیدم با شغل نمیکنی آره کلا خوش اومد قربونت این که طراحی لباس هم حتی امروز داشتی و موهات هم شونه کرد من اصلا فکر نمیکردم موهات شونه بشه نه نمیشد اصلا چی شد که یهو متعجب شدی بازیگری عجیبه برام من یه روز با خانواده رفتم جنگل عبدالله جنگل آفرین رفتیم طبیعت بالاخره یه غذایی بخوریم آقا یه چیزی بالاخره داشتیم جوجه رو باد می‌زدیم برای خودمون راهزنا ریختن اونجا تو جنگل آره هی نوشابه می‌خوردن دیدم یکی رو بستن به درخت بستن اینجوری به درخت بعد خانواده‌ام به من گفتن آقا چیکار دارن می‌کنن ناراحت شدن گفتم آقا فلان اینجوری گفتم چی میگی بابا گفت خجالت نمیکشن اینا سه تا بچه‌ها من ها خب بله بله آره. بله گفتم چی شده بابا گفت بابا تو غیرتت اجازه میده یه نفر داره. اینا هنوز دارن تکون میخورن میبینی عبدالله بله بچه‌ها نا آرومن آره بچه‌های شیطونی ان گفتم بابا خب آره گفتم بابا چیکار کنم گفت بابا نکن این بچه من بچه بزرگمه گفت بابا برو جلو شونه بگی گفتم باشه رفتم جلو اونا 15 تا من تک او رفتم جلو گفتم آهای مرد ناسابی اونو آزادش کن وگرنه هرچی دیدی از چش خودت دیدی آه خدای من منو میگی اونا 10 نفر شاکی گنده رفت رئیسشون اومد گفت آجا واقعاً تعجب کردی چی تو کی جانت نمیکشی این جبار سینگ که آها هندوستان اومده بود آره اومدن یورو بسته وسطیو بسته بودن به درخت عجب وسطیو آقا من گفتم چیکار میکنی گفت واقعاً که جانت نمیکشی تو بدت یعنی چی گفت تو میخوای اینو نجاتش بدی؟ باید ما رو سرگرم کنی این اون بود آره ترجمهش میکنم من برای ترجمه میکنم بیارو راحت بله بله دست بعد گفتم من باید من خدای سرگرمیم گفتم چیکار کنم اینو سرگرم گفتم نگران نباش الان سرگرمش میکنم بابا این بردک از این کنه کنه میکنه بری که من خدا شاهده خدا شاهده آره چی گفت؟ گفتش که ما اصلا سرگرم نشدیم به جون خودم ترجمهش میشه این بله گفتم خب من یه کار دیگه میکنم شما سرگرم بشید گفتم نگران نباشید من سرگرمتو میکنم این چیه؟ هولاپو خیلی سرگرم آره خیلی سخت خدایش بعد گفت بدی بددم ادون تدی بددم 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 تدد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  گفتم اصلا سرگرم نشدیم خدا شاهده بازم سرگرم نشد نشد خب گفتم خب یه کاری بگید که ما انجام آقا اینا هم زیاد نوشابه خورده بودن گفت اگه بری عبدالله ربا عجب تو رو ببینم احساس میکنم با تو یه خصومتی داره عبدالله همین آره آره من همچی حسی درباره من حرف میزن من اولش اینجوری فکر کردم ولی بعدش گفت بده تو بده بده دیش یعنی چی؟ یعنی باید شیشه ها رو بشکنه اون شیشه نوشابه رو روش را بری و گفتم چه ربطی به عبدالله روا داشت گفت بابا دو بنا باید کلکل نکن هنسی؟ یعنی با من کلکل نکن کلکل باش نکن آقا منو میگی؟
بچه‌هامو نگاه کردم، بابا بابا اینا بچه‌ها بچه‌ها. خب خب گفتم باشه اشکال نداره، من کارمو بلدم، از رو این شیشه ها رد میشم، فقط به خاطر اینکه اون وسطی رو آزاد کنید. آره او چه جورابایی. آره خیلی بد، خیلی قشنگه این سکانس که تو رو شیشه میری. آره خیلی جدیده. برم الان؟ نمیدونم، باید بری. برم چش. آره بری. برو خدایا به امید خودت. نه نه نی نی می نه نه جانه ای بنده نه ای بام بده که سام بده که های 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 اینجوری بازیگر نیستش. حالا من حالت خوبی یا بامزه، ولی بازیگرها خوباشون میرن دانشگاه آموزش میبینن، چه میدونم سختی زیاد داره. حالا خوب خوبه در حد اینا وقت تلف کردن عبدالله. آخه تو ادا در میاری. نه یه رفیق دارم بهم راهشو نشون داد. از راهش باید بری واری کنم. میخوای هنرمندی؟ گفتم آره. گفت برو دور تئاتر شهر 9 تا کتاب فلسفی بذار این وره، 4 تا کتاب هنرم بذار این وره، 2 تا هم رو پات کتاب نگه دار، یه عینک گرد بزن، خب یه دونه کلاها دور تئاتر شهر بچرخ، صدات هم عوض کن. آه چطوری شما هنرمند؟ بیا این کتاب مال تو. نه اونا افشو دارن نمیخوننشون. نه نه آره نمیخونن، بعد قهوه میخورن الکی صدا. اینا اینجوری هنرمند میشن؟ نه اونا نمیشن به جان خودم. نمیشن الکی گفته بهت دیگه. آخه من گفتم این کارو کردن همه گفتن اشتباه گفتن، تو باید بری واقعا زحمت بکش. حالا ببین تو یه چند تا تست هم من بگی، اگه بد بودم باش. وقت نداریم، وگرنه میتونستم. وقت داری؟ نداریم. نه من که کار برات برات بله واقعا وقت نداریم. تست نه تست بگیم. خب سری من ایست بهت میگم، تو اونو اجرا کنه ولی دیگه بریم. باشه باشه. این چیه؟ پپ یادت رفت. آره آره آقا برات، تو مثلا راننده تاکسی هستی؟ من؟ آره مثلا باشه. خب من مسافرم. تو مسافری؟ آره. ببخشید. آره دیگه تو وایسادی من میام سوارش. خب مثلا این ماشین. فقط میخوام سری با هم بریم. سری ماشین آفرین. بذار یه تمرکز کنم. نه دیگه. خب آفرین. برو. درش رو نکن. الان تو راننده ای دیگه. خب. باری کلا. ببین درش هم فرض کرد که هست. باری کلا. خدایا به امید خودت. باری کلا. هر 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 هر. آقا آقا. آقا. ببخشید. تجریش میدی؟ تجریش میدی؟ تجریش. ایرانی که هست دیگه طرفا. تجریش میرم میخوای من ونک پیاده شم ازیاتی. تجریش تجریش آقا 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 جانم بود. آره. آره شیشه بالا بود. نفر تجریش میرم. تجریش بله. بیا بشین جوان. آفرین جوان خوشگل. بیا بیا بشین عزیزم. خیلی ممنون. خب ماشین همونجاست؟ آره. ها مسافرم، میخوای بیا رو پای من بشینی؟ ها شما مسافر، ببر. برو عقب بشین آقا، برو. عقب باید بشینم، ببر. و آقا میبینی جا نیست، کجا داری میان؟ ببخشید، من اون بر میشینم. من پیره من میخوای بلند کنی به خاطر اینکه بشینی؟ آره با این قد بلندت؟ باشه ببخشید پدر جان. ببند در سوس میاد. بله ببرم. ببخشید پدر. عبدالله ببخشید جا ندارم. من شرمندت شدم. نه من میرم خودم. ایشالله سری بعد. با اسکی برو. بله دست درم. خیلی قشنگ بود. آفرین دستش بزنی. باری کنی. ببین. برای اینجا خوبه ولی برای بازیگر شدن جدی خیلی کار داره. خب یه دونه دیگه به من بگو. من موقعیت‌های مختلف میتونم بازی کنم. بگیرم میدونه دیگه. برو خواست بره خواستگاری. من برم خواستگاری چیکار کنم؟ یه خواستگاری. تو کدوم نقشو میخوای؟ تو برو خواستگاری. من خواستگار، تو پدرش میشی؟ پدر عروس. آره من خانواده عروس. من خواستگاری برم؟ میری خواستگاری؟ چیکار کنم؟ عبدالله جلوی مردم قول دادی ها. نه من بازیش کنم میکنم دیگه. اونایی که دوست دارن عبدالله بره خواستگاری دست بزنن. بفرمایید بفرمایید. مثلا بفهم. شما پدری من میام مثلا خونه است. باش چش فقط زود بریم آبرات. باشه بیا
تو نشستی؟ آره ما بشت. تو خونه ایم الان با مردم آب مردم آفرین اومدم اومد تق 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 صدای درو دره دیگه چه فرق میکنه تق 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 چی میگم؟ زینگ اوخی بگو دیگه زنگ کجا اومدیم اگه خواستگاری؟ چی کار کنم؟ تق 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 کی هستش؟ سلام خوبی من خواستگار هستم سلام علیکم سلام فرزندم به درونای این استاده توی 10 تا قسمت دیگه هم بوده نمیشه همه جا بیارش که نه بنده خدا پول میخواست گفت بذار من این نقشه رو بازی کنم تو بابا این تو شاعرها بود توی نمیدونم فلان بود توی تو میخوام بازیگرشم روشو زمین بزنم باشه بفهم در باز کن بیا تو فرزندم سلام خیلی ممنون بیا دست شما در نکن آمده ای برای چه؟ خواستگاری اوه بله برو با پدرم صحبت کن بله پدر ما کاره ای نیستیم زنده باشی پدر بزرگم بله بفهم پدر بزرگ ببین احترام به بزرگان آفه من خیلی خوشم میاد پدر جان بابا اینم که همش اخبار چیه؟ پدر جان پدر جان اینم پدر جان سلام خوبی من پدر جان آقا نمیزنم شبکه نو پدر جان سلام خوب من شیشه ماشین بالا تو خونه ای ول کن اونو فراموش کن دیگه تو خونه است چیکار کنیم ما نسل در نسل اینجوری مسافه کشی کردیم خب باشه بفهم باشه شیشه اومد پایین آره خوبیم پدر جان باشه تو چی هستی من خواستگار برو بیرون ما به تو دختر نمیدیم برای چی برای اینکه مرد آره مرد شانست عبدالله شانسم باشه آفرین خوبه دیگه یه دونه دیگه خب این آخریش قول دادم به دیگه قول یه بار دیگه هم بگم چی بگم به چی بگم خیلی خوب آه ببین یه چیز غم انگیز الان خواستگاری رفتیم خب مثلا فکر کنم دور از جون مثلا مادر تو یه کسی هست که مادرت فوت کرد نه الان فرض میکنی علکی علکی آفر بگو ببین آقا برات نیست در واقع تو داری اینا بازی میکنی میدونم هنوز شروع نشده باری کلا آفرین اصلا علکیه متوجه شدم آفرین فرضیه حسشو فقط باید بگیری فرضیه هم باشه سر خاک مادرم اومدم چیکار کنم بخندم با گریه کنم دیگه عبدالله باشه خیلی خوب میگم بله روحشون شد تو میادی بعد تسلیت بگی؟ بله تسلیت ارزو کن چقدر خدا رو شکر عبدالله اومده اینجا خیلی تسلیت میگم روحش شد مادر بود خدا بیا آمرزتشون سلام علیکم مرسی عبدالله خواهش میکنم مرسی که اومدی هم آخرتون باشی عبدالله جان برو بابام به بابام تسلیت بگو بله بابات هم میرم دست در نکنه سلام علیکم بله به همه باید هست سلام علیکم خوب هستی؟ پدر جان من خیلی میشنوی؟ پدر جان شوک شده شوک شده این احتمالاً شیشهش بالاست ما نمیتونیم چیز کنیم شیشه رو میشه بدیم پایین؟ شیشه شیشه پایین بود؟ شیشه هم پایین بود پس چرا نمیشنویم؟ آن کاغذ میده به همون من استاد ساکت هست این هم مال قسمت قبلی بود استاد ساکت اینجا هم هست سورپرایزت کردم دست در نکنه ببین آفرین بازیگر خوبی میشم نه بعدا تمرین کنی و ادا و این چیزا نیست دیگه به تئاتر رفتن نمیدونم کتاب خریدن و اینا نیست که کتاب گرفتم اینجوری باشه بعد توش هم بخونی بخونم آره اونا هم بخونی افاچی اون عینکم جواب نمیده قهوه هر کی دو تا عینک بزنه که بازی اینا رو به همه عینک دارن ولی بازیگر نمیگن هستیم که با عینک که نمیشه آه. ولی میتونی پیشرفت کنی من خیلی خوشم اومد چی میگی پس عبدالله واقعا ازت خوشحالم باری کلا عبدالله عین خودشی قربونت برم باری کلا بفرمایید جولز و جولی جولز و جولی دیگه حالا بعدم میان حالا بعدم میان اومدن اومدن جاناتانو بیار بله دست بزنید براش ممنونم
جاناتان جولی جان جولی با آقا خدافظی کن. خیلی خوشحال شدم. با جاناتان هم دست بده. با اون خوش آمدی. قربونت خدافظ. خیلی ممنون. برای آقا برات دست بزنید. باریکلا. خوش اومد. ممنونم، ممنونم از همه. خب، در این قسمت مهمون عزیزمون میان یکی از آدم‌های خیلی باحال و بامزه که تو این سالا مخصوصا خیلی فعالن، همه فن حریف. البته مدت‌ها قبل از این سالایی هم که زیادتر دیدیمشون توی تلویزیون، در تئاتر رو به هر حال کارهای نمایشی زحمت کشیدن. شما با نقش آقای امیری خیلی خوب اینا به یاد میارید، این بازیگر، این هنرمندو توی لیسانس ها. خواهش میکنم تشویق کنید آقای سیاوش چراغی پور تشریف آوردن. عزیزم برمونت برم خوش اومد. کامنو زنده باد. به 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 مخلصی. آقای امیری درست گفتم، بیشتر با آقای امیری میشناسم. آره آره، آقای امیری یه جهش عجیبی برام بود. هزار ماشاءالله. زنده باشی. میتونید با این دوربین با مردم حرف بزنید. بله، من سلام عرض میکنم به تمام تماشاگران محترم برنامه شما و به همه حضار عزیز در سالن و همینطور به جناب عالی و همه یاران در پشت صحنه. زنده باشی. خوشحالم میبینم تو. ما تا حالا با هم برنامه نداشتیم. نه، کم سعادتی من بوده. اختیار داری. من خیلی افتخار میکنم. این همه سال گذشته کم پیش میاد برای من که یکی از بازیگرا رو باش برنامه رفته باشم. خیلی ممنونم. خوشحالم شما. قربونتون برم. قربونت برم. همه هم دوستتون دارن. دست بزنید براشون. خواهش می‌کنم. ممنون. خب. خیلی آقا ما دلمون میسوخ برای آقای امیری. آره. هی زنگ خونه رو بزن، پا تو شکوندن، اصلا یه جایی مبارزه کردین بیرون با هم. چطور بوده و چقدر نزدیکه به خودتون اون؟ من اون که واقعا اصلا به من نزدیک نبود، در که من همینجوری خیلی آدم آرومیم به شدت و اصولا خیلی اهل هرس و جوش بیرونی نیستم. حداقل اگرم هرس و جوشی باشه از روزگار درونم. آره. ولی اونجا خب خیلی متفاوت بود، به همین دلیل موقعیت‌ها موقعیت خیلی خوبی بود. یعنی به همون اندازه که اتفاق بیفته و مورد در واقع قبول تماشاگرای عزیز قرار بگیره. ما اونجا خب برای من خیلی عجیب غریب بود. مردم همین دلسوزی رو داشتن، مردم لذت می‌بردن، ما این اتفاقا رو ایجاد می‌کردیم که بتونیم مردم رو شاد کنیم باهاش. قربونت برم، عالی بود. حتی یه فیلم هم شما داشتین، نقش شما چقدر خوب. قربان شما. از اون برامون بگین. آره. جهان با من برقص بود. جهان با من برقص بود. بله بله، اون سینمای جهان با من برقص بود. اولین سینمای آقای سروش صحت بود که خب این افتخار نصیب من شد مثل لیسانس ها که بتونم بازی کنم. یه جمله بتونی در مورد فیلم برامون بگی؟ درباره جهان با من برقص میتونم بگم که مرگ خواه ناخواه به سراغ آدم میاد، اما مهم اینه که ما به سراغ مرگ نریم و از موقعیتی که داریم استفاده کنیم. ما باید زندگی کنیم، شادی کنیم. مرگ هم اومد، اومده دیگه، میپذیریمش. قربونت برم، آفرین. برای که واقعا فلسفه اون فیلم فلسفه مرگ و زندگی بود. قصه درباره مرگ، ولی پر از شور، پر از نشاط، پر از امید به زندگیه. و این خیلی مهمه. و رفاقت و دوستی و اینکه هیچ چیزی در این دنیا ارزش نداره جز عشق و مهر و رفاقتی که میتونه بین دوستان و آدم ها وجود داشته باشه. جایی که میگفتی ماشینم منم، ویلای طالقونم منم، کارخونم منم، من چیم به جز اینا؟ عالی بود. شما کرموشایی؟ من بله، قصر شیرینیم که بله بله قصر. قصر خمان. ای جانم، دلم میخواد یه ذره از اونجا برام بگی. یه ذره اگه میتونید اونجوری با لهجهشون برام صحبت کنی. من یه ذره کرموشایی بلدم. جدی میگی؟ البته خود کرموشایی شما هم متوجه میشید. آره ولی آره. خوبه، قابل قبوله. آره آره. ممنال قصرم، بچه قصرم. آره من قصر و هیچ جای دنیا عوض نکم.
عوض نمیکنه. قصر ارای من نه فقط زادگامه که گورا بی موناوی زندگی کرد موناوی و تمام لحظه لوتا و کوچه پس کوچه خاطره دی. همش خاطر است برد. تا چند سالگی اونجا بودین؟ من تا 16-17 سالگی که جنگ شروع شد و به ناچار از قصر شیرین مهاجرت کردیم و کوچ کردیم. من کجاش برات خیلی قشنگه اون اقلی؟ ببین قصر شیرین پر از زیبایی واقعا، نه به این دلیل که شهر و زادگاه من و عاشقشم، به این دلیل که واقعا یک جغرافیای عجیب غریبیه که پر از دیدنیه، برای که میدونی که ادامه زاگرسه و شروع میکنه و اصلا پر از اولا جاهای بسیار نخلستانهای زیبا داره. نارنجستان خیلی نمیدونم قصر چقدر گرمه، ولی خیلی ها نمیدونم چون منطقه در واقع جز مناطق کرد نشینه، همه تصور یک منطقه سرتیج، ولی در جنوب کردستان واقعی که از ارومیه شروع میشه همینجوری میاد تا ایلام و دهلوران و مهران و اینا میره، واقعا قصر شیرین خب جز جنوب کردستان میشه و گرم گرم گرم. تابستونهاش مردادش میگن خرما پزونه، یعنی اینقدر گرمه تو زمانی است که دیگه خرما روی این نخلای زیبا واقعا اینجوری باز میشن، این شهدش میاد میچه که، و این کسایی که استاد چیدن این خوشه های زیبای خرما اینه نگین روی این درخت ها میدرخشن. جانم عشق میکنی میگی؟ آرزو میکنم همه تون برید واقعا، بیاییم با هم بریم. آره از ته دل میگفت. قربون شکلت، یه سوالیه که میخوام خیلی سریع بپرسم و چند تا سوال ازتون میخوام خواهش کنم، چون دلم میخواد که چندین و چند سال بپرسم، شما هم تا جای ممکن کوتاه جواب بدید. ممنونم. به نظرتون مردم به چیا میخندن کلا؟ به اتفاقایی که سر راهشون قرار میگیره و غیر منتظره است. ممکنه یهو شما دارید راه میرید، من هم دارم راه میرم در یک سرمایی که هممون نگه، ولی یهو من سر بخورم دوتا محلقم بزنم، تراژیکه ولی شما میخندید. راست میگی، چیزی که انتظارشو نداریم، چیزی اصلا انتظارشو نداریم. تا حالا کسی براتون عکس غذای خوشمزه فرستاده که حالتون خوب شه؟ خیلی. شما اصلا شکمویی؟ خیلی متاسفانه، نمیدونی چه شکمی دارم. نه بابا. ولی چرا، من یه ذره ورزش میکنم، ولی ببین چیزی که در غذای خوشمزه برای من بیشتر از واقعا مزهش جذابه این رنگ و وارنگی غذاست. ساده باشه ولی پر از رنگ باشه، اینکه نارنجی، سبز، قرمز، سفید، اینا هم در کنار هم یه تصویر زیبا میده. قربونت برم. خب سه بار پشت سر هم میخوام یه جمله بگم، شما بگی. آقا تره و تروب و ترخون، تره و تروب و ترخون، ترده و تند و تلخه. سه بار؟ آره. تره و تروب و ترخون، ترد و تند و تلخه. تره و تروب و ترخون، تند و ترد و تلخه. تره و تروب و ترخون، تند و ترد و تلخه. آفرین! لیسن کلمه میگم، شما لطفا باش جمله بسازین. کلمه ها ممکنه دوتایی باشن، اینا عبارتی باشن، به هم ربط ندارن، برای همون جمله معنی دار ساختن ممکنه چالش باشه. بریم. آره. شما با چسب به نفاخ جمله بساز. چسب. من رفتم دکتر گوارش، بهش گفتم که معده من نفاخه، گفت برو داروخونه چسب نفاخ بخر. رفتم داروخونه گفتم چسب نفاخ، دکتر داروساز بهم خندید، ما چسب زخم داریم ولی چسب نفاق نداریم. قصه شد. خوب بود قصه بود. آره. حالا ببینیم میتونه خلاصه تر اینو بگیم. حبه انگور میگرات. حبه انگور خیلی شیرینه، میشه با شربت هم درست. خوب بود. میگن مامان ناصر سه تا بچه داره، شنگول و منگول و حبه انگور. نه دیگه، ناصر. ناصر. آره چون مامان ناصر بود دیگه. بعدی گچ ماژیکی. رفتم لوازم تحریری گفتم آقا یه چسب ماژیکی بهم بده، گفت آقا اون چسب نفاخه، ماتیکیه، نه چسب ماژیکی. گچه. گچه ماژیکی. آره من گفتم چسب. بعد پانتومیم اجرا. بعدی آقا سیاوش جان دل، هندونه پرنده. هندونه پرنده. بله. دلم میخواد
یه هندونه باز کنم، بعد که کلن خوردم سوارش بشم پرواز کنم، مردم از دور بگن وای اون هندونه پرنده رو ببین. آفرین. خیلی دلشی. خیلی بیانتون خاصه میدونید دیگه. من میگم به درسته؟ بله. من یه نمایش از شما دیدم 7-8 سال پیش، خیلی نمایش خوب بود. الان اگه بگم یادتون میاد کارگردانش هم از بزرگاست، شاید آقای نعیمی بود فکر کنم، که مثلا یه قسمت خانم ناصر بازی میکرد و خیلی از بزرگای تئاتر بازی میکردن که مثلا مال زمان قدیم بود، فکر کنم مال صدر اسلام بود. و اینا بله. بود بله، درباره اکات ابن ملجم. آ قربونت برم بله. همون بود. آره آره بله بله بله. خیلی 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 شما میدرخشیدید توش و البته همیشه تئاترتون عالیه. خب جلوی کی نباید میخندیدین و خندیدی یا چه جایی شده یه جایی نباید بخندی ولی خنده بگیرتت؟ آره واقعا خب خیلی جاها بوده، ولی خب این یه ذره خاطرش غمگینه، یعنی نمیدونم چقدر چیز تو این برنامه شاد واقعا شاد نباید بگم، ولی من یه اثر بهش زهرا رفته بودم چون که قسمت نکنه و همیشه تو شادیا باشین. بعد در یک مراسم یک عزیزی از دوستان من، بعد اون اقوام اون دوستان من داشتن عزاداری میکردن، خانوما اونجا سر گریه و زاری و اینا، من واسطه بودم که خیلی غمگین نگاه میکردن. بعد یکی از خانوما گفت وای این هم بازیگر است. من یه لحظه موندم واقعا گریه کنم بخندم. تو رانندگی میبینتون از اون تجربه نداری؟ اون برای من زیاد پیش میاد. کجا؟ مثلا داریم با ماشین میری یه های تو ترافیک یه نفر میبینه میشناسه فراوون میخوره به جلوی خیلی خیلی تقریبا برای همه این پیش اومده. آره آره واقعا، چون یه نفر آشنا میبینن فکر کنن ماشین خودش میفهمه ترمز میگیره. آره خودش میفهمه. آره برای من زیاد پیش اومده. خب استعدادی داری پنهانی باشه ما ندونیم یا خبر نداشته باشیم ازش؟ من مثلا بازیگری رو بذاریم کنار، تو چی خوبی؟ بابا من حتی آشپزی کار فنی نه، من اصلا کار فنی که اصلا من تا همین چند سال پیش فرق مثلا 400 200 رو نمیدونستم. انبردست با دنباریک و برادر بزرگه بهم میگم مثلا اون میره بالا کار میکنه، میگم اون انبردست رو بده من 3 ساعت میگشتم آخه این آچار فرانسه بشه. میگم من چیکار کنم از دست تو؟ فنی اینقدر وضع خرابه. هم این ایمان شما هم میدونه اتفاقا و در جریان هست، ولی عرضم بود واقعا نه هیچ، من کلن آدم با استعدادی نیستم. نگو تو رو خدا یه دونه باشی لااقل همه بشن. کاری که داری میکنی خوب بلدی، من خیلی شما رو دوست دارم. همه عکس ببینیم با هم دیگه، عکسای آقا سیاوش تو کارهای مختلف احتمالا ببینیم با هم دیگه. مرسی ای جان. آ چقدر قدیمه. یادش بخیر. با موهای خودتونه؟ جان نه. نه این برام پروک گذاشته بودن. اون موقع هم شما اون نداشتی. من اصلا آقا من همینجوری به دنیا اومدم. تو مهد کودکم چطور؟ اصلا من باور کن یعنی 80 سالشه به من میگم که آقا من اینقدر بودم شما همینجوری بودید. میگم بله مثلا همینجوری به دنیا اومدم. آره اینه که این بله یک سکانسی از باغچه مینو خدا رحمت کنه استاد فتلی اویسی نازنین. به به چه بازیگرای گلی. چیز حالش خوبه؟ بگو اسمشو. بیژن. نه بیژن که خوبه. رضا بله خوبه؟ بله خدا رو شکر خیلی بهتره. بله. سلامت باشی. خب عکس بعدی بچه ها. اینجا کجاست آقا؟ این آقا یه فیلم کوتاه بود در دل دامنه‌های دماوند، یخبندون وحشتناک، و من در واقع آسیب دیده بودم که این گریم اون کاره که کار باحالی. کار جدیه این، درسته؟ بله به شدت. خیلی تجربیات جدی هم زیاد دارم. حالا تو کمدی زیاد شما رو شناختیم. بعدی بابا چه خشنی. این خیلی نقش منفی عجیب غریبی بود در یک فیلم کوتاه به اسم لاری، از این آدمای خفن وحشتناک که بهش فکر میکنم حالا بد میشه واقعا و خیلی خلافکار بود. آره پس لاری به خاطر همون خروس لاری بهترین و جنگجوترین خروسات خروس لاریان. آره ببینیم دوبله یا کتاب صوتی؟ نه کتاب صوتی آقا. بله من این سعادت رو داشتم که 3-4 تا کتاب صوتی اجرا کردم. آفره. خوندم. معرفی کن بهمون آقا سیاوش. چشم. الان واقعا یادم نیست اسامیشون، ولی یعنی حضور ذهن ندارم براش، ولی با کمال میل حتما. رمان بودن؟ اصلا چی؟ بله رمان بودن. بله سرچ بشه حتما. آره با صدای سیاوش چراغی پور دیگه میتونید پیدا کنید. دیگه چی داریم بچه‌ها؟
جانم آقای مجید اسکندری استاد. یکی از بهترین گریمورهای ایران، پسر استاد بزرگ. بله، و این نقشی که من دارم نقش خفن در فصل چهارم سرزمین کهن که الان هنوز پخش نشده. بله بله. پس این مال 12 سال پیشه. بله 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 دقیقاً. الان مثلا علی شادمان اینا تو سریال بچه. آره واقعا علی یادتونه که حتی موقعی که من فصل 4 رو اجرا کردم علی دیگه خب فصل 1 بود و تموم شده بود کارش. ولی خب اینم خودش خیلی باز عالی سریال خوب آقای تبریزی و بله. ما خیلی منتظرش هم بودیم و خدا رحمت کنه چه استادی، استاد نازنی، استاد عالمی عزیز، واقعا یکی از باسوادترین ها و صادقترین ها و باشعورترین های سینمای ایران. ایشون از افتخارهای شغل ما هم هستن دیگه آقای عالمی. بله. خدا رحمت در اجرا بی نظیر بودن. عالی عالی. و این لبخند همیشگی سیاوش عزیزم. جان دلم. مادره؟ مادرم. قربونش. داری مادر رو؟ من دایه میگفتم بهش. جانم. نه روحشون شاد. روحش شاد. انشالله که عمر پدر مادرهای شماها زیاد باشه و سایه‌شون بالا سر. قربونت برم. این مال خیلی سال پیش این بود. بله آه. این مال خیلی سال. اینم که لیسانس فوق لیسانس. اینم که لیسانس ها در یک لحظه که ما بعد از یک کتککاری وحشتناک اینجوری شاد و شنگول کنارم. اینجاست که تو کوچه مبارزه کردی. آره. امیدیم. میمدیم تو حیات یه عکس میگرفتیم دوباره میرفتیم میجردیم. اصلا مردم هرس میخوردن همین الان شما اومدید توی یکی خانوما گفت شما بودی فکر کنم گفت آقای امیری اومد جانم دوباره میخوام اذیتش کنم. خب یه فیلم هم داریم ببینیم. امیر حسین عزیز و بله چه خبره؟ سلام آقای امیری، مسعودم. هر کی میخوای باش، برای چی اینجوری زنگ میزنی؟ هی درو وا نمیکنه، منم زنگ شما رو میزنم تا ادب شه. درو وا نکنه، بازم زنگ شما رو بیشتر میزنم تا بیشتر ادب شه. تو بیخود میکنی، زنگ ما رو میزنی. حالا کی بودی تو؟ بیا جمعت کنه. چی شد؟ شما الان صداتون داشت از این تو میومد، چجوری اومدین اینجا؟ عجب گیری کردی ما. ما اختیار عدم انطباق صدا و تصویر خودمون هم نداریم. بله؟ خانوم من بارداره. تو نمیفهمی نباید مزاحم بشی؟ خواهی امیری خواهش میکنم یه چیز جدید بگو. مبارکه. کی؟ سیبیل؟ سیبیل نداشتی معمولا؟ نه، تو فصل قبلی نداشتم. آفرین، به افتخارش واقعا نمیدگم. این لحظه خوبی آقا سیاوش. متشکرم. من خیلی سریع یه چیزی میپرسم بعدش میخوام بازی کنیم با هم دیگه. بله. من میدونم شما خیلی سال طول کشید تا تبدیل شدی به چهره ای که مردم با همین آقای امیری شد دیگه. مردم خیلی شما رو بشه. چجوری خسته نشه آدم؟ واقعا این خیلی مهمه که تو امید داشته باشی و عشق داشته باشی و اینکه انتظار یک شب در هنر، انتظار یک شب به بالاها رسیدن رو نباید داشته باشیم. باید بدونیم که راه هنر گام به گام رفتنه و آموزش دیدنه و صبوری و صبوری و صبوری. ای دورت بگردم. بعضی که زود میرسن اون اتفاقیه، وگرنه اصولا آره، باید آره، بلکه راز ماندگاری در این روند درست بالا رفتنه. وگرنه تو یک شبه بری یک شبه هم دور از جون ممکنه سقوط کنی. خیلی پایدار نیست. متشکرم. دورت بگم آماده بازی کنیم با هم؟ بگی نه نمیکنیم. نه بازی میکنم، چرا که نه. دست به افتخار سیاوش چراغی پور. میریم برای بازی. خب آقا بازی آماده است. این یه پاکت نامه است تا اینجاش که معلومه. بله. یه سری کارت داریم روی این کارت ها، چون من نمیخوام روشون رو ببینم چون جزء مسابقه است. اینا پشتشه الان. روی این کارت ها یه سری اسم فیلم یا سریال، مجموعه تلویزیونی یا سینمایی نوشته شده. درسته. من و شما یکی در میون اینا رو برمیداریم، سعی میکنیم یه جوری بگیم که طرف بتونه حدس بزنه. سرعتی هم میخوایم این کار بکنیم دیگه.
خودتو وجدانت دیگه. خب فقط اجاره مستقیم نمی‌کنی. مثلا اگه لیسانس ها بود نمیگیم چی سانس ها که بشه لیسانس. آره. بذارید غیر مستقیم. آره اوکی. آماده این؟ عالی بله. که ما اینجا دوستان 3 2 1 میگم ما شروع می‌کنیم. اولام من شروع می‌کنم که شما راه بیفتید. حل عالیه. فقط شما چون به هر حال فاصله مغز و دهن شما کمتره. شما به من رحم کن. من تا میاد مغزم دستور بده به بدنم و اینا طول می‌کشه. اختیار داری. 3 2 1 بشموری همه؟ آقای چراغی پور سریال توی خوزستان و اینا بود همه اواخر هم هست یه کلمه ایه مسوران نه نه کوچیکتر بابا دارن رو هم میگن خزرا نجلا نجلا آفرین خیلی خوب گفت برو برو نجلا سخت بود برام یه سریال آقای روام که حکایتی است بین پلیس ها و دزد ها و دزد پلیس اصلا غیر مستقیم گفت خیلی من غیر مستقیم گفت چقدر باهوش بودین شما خب یه سریاله که یه سریالی بود که این نیست درباره یه ماشین بود آقای کاسبی ماشین داشت آه چی بود؟ آره چیز خوش رکا حالا خوش یه چیز دیگه خوش 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 نام آفرین خودم بازی کرده بودم آره برو بریم یه سریاله ببین چیزه دلت میخواد مثلا به جایی که رو فرش رو بشینی یا پرده رو بیای بشینی پادری؟ نه نه پرده نشی مثل من راه نمایی کن عبدالله تو خیلی واضح گفتی خب یه سریال نام یه گلدونه تو خونه ها هست شمدونی شمدونی افتخار آقای سری که زد یه سریال درباره یکی از قهرمان های خلبان بود در زمان جنگ که آقای شهاب حسینی هم نقششو بازی کرد و مرحوم یدالله صمدی کارگردان میدونم اسم سریال رو نمیدونم ببین تو شوق چی داری شوق پرواز شوق پرواز باریکلا باریکلا چه سریالی آفرین خب یه سریال عدد توشه عدد توشه آره یعنی چهار خونه نه 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 سه خونه عدده زنگ میزنی میان زنگ میزنی میان آتشا رو خاموش میکنن آه 123 نه 125 چیه 125 گروه سر نه نه وقتی که وقتی یه نفر رو باز میکنیم درست میکنیم چیکار میکنیم دکترها چیکار میکنن دکتر جراحی میکنن نه 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 عمل چیه 125 عمل چند تا عمل عملیات آفرین چقدر باهوشم من عالی برو برو نوبت منه چیزه این میگه که یه فیلم سینماییه آه یه فیلم سینمایی که آقای شهاب حسینی بازی میکرد توش با خانم نگار جواهریان و تو بچه آه نقاشی آه موز نقاشی آفرین موز نقاشی آفرین یکی هستی خب ببخش اشتباه خب همون سریاله که بهت گفتم که آقای کاسبی بازی میکرد آره. اون نه آره اون آره خوش نکا باریکلا خب اینم که یه فیلم سینماییه یه نوع نمیدونم بازی و ایناست انگار مثلا مسابقه است یه نوع چیز در واقع خیلی هم میگن که شرکت کردی توی اون برنامه که مثلا تو بپذیری مثلا تو رو ببرن یک جای دیگری مثلا اگر نام نویسی بکنی مثلا تو به یک کشور لاتاری دیگر. لاتاری بله لاتاری فیلم بود نه آره آره, آره. فیلم سینمایی خب. بود سریال خب حمید نعمت‌الله زمان جنگ و اینا آخ چقدر اون سریال من خیلی خوب بود عباس غزالی عاشقش بودم عباس غزالی و اینا بگو وضعیت سفید گفتم عالی عالی من دیوانه اون سریال بودم منم واقعا دیگه تکرار نشد اینم یه سریاله به اسم اسمشو بگو دیگه به اسم تمومش کن بره ببین الان من یک کودک نازنینی که اومد اینجا بعد سلام علیک کردم باش خداحافظی هم کردم خداحافظ بچه خداحافظ بچه چقدر باهوشه خب سریال درباره یه پیامبر یوسف پیامبر آره آره خب یه فیلم سینمایی به اسم
آقای مهدویان کارگردانش بود، دو سه فصل داشت و آره رد خون نه اولش ماجرایی دوش بود، ماجرای نیمروز. آره دیگه رد خون هم داشت. و آخری سریال آخرش آهنگش اینجوری بود: ری 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 تو اسفان فیلم باریکلا باگه میشه سریال مرحوم کیومرس پورم قربونت برم قصه های مجید. آفری قصه های مجید ماشالله عالی عالی. میریم بازی بعدی. قربونت برم چقدر شیرینی شما. مخلصم. دست بزنید خواهش میکنم. دست بزنید. بگو خدا قوت. خسته نباشید. ما آماده ایم برای بازی دوم. سیاوش عزیز دو تا لیوان قرار شد دستام بکنیم. به نظرم برای من باید سطل می آوردن. آره اگه شما لیوان من دبه دبه ما سطل. خب ببینید مسابقه اینجوریه، دو مرحله داره. ما شروع که شد اینا امتحانی میرم ها. بله. یه دونه برمیداریم روی لیوانای خودمون رو تا ته پر میکنیم. بله. بعد اینا رو در میاریم. خب این اینجا تا اینجا رفتم. آره. بعد اینا رو چی؟ اینجوری باز تا ته میریم. هر کی رسید به اینجا برنده است. بله آقا بله. خب 3-2-1 مردم میگن ما شروع میکنیم. بله بله. آماده ای؟ آماده. بشماریم. خب آقا چراغ بود رنگاش هم فرق نمی کنه. مهم نیست چه از تو اینم بریزه بیرون میتونی برداری ازش. یعنی آره مثلا همونو بردار. ماشالله ببینم چی کار میکنی. ای بایی یکیش انداختا ورزشکاران اتهام کردی تو آه بابا بجون. من جلو بودم دیگه البته شما هم به پایانی مهمه. شما هم به من انرژیمو تقسیم کرده بودم عبدالعزیز. مرسی ماشاءالله. خب خسته نباشید. در این قسمت فوت به لیوانو داریم. ما میدونیم اسما رو خیلی بچه ها فکر میکنن انتخاب کنن. معلومه. ما همون اسما میذاریم که میبینیم. فوت به لیوان اینجوریه که وقتی 3-2-1 گفتن من باد میکنم، شما هم باد میکنید، بادکنک های شخصیمونو. چون بادکنک یه چیز شخصیه کاملا. این مصباک. آره بعد با بادش من سعی میکنم اینو از اون ور بندازم پایین، شما هم همینطور. آمونه این؟ بله همزمان شروع کن. تمرینه این تمرینه. تمرینه. فکر کنم آماده ای. خیلی بریم. خب انا خالیش کن. هر بار بخواد شموش شو الان. آره خب یاد دارم یاد در کی داریم. شما 3-2-1 بگو ممکنی بودو. آماده ای؟ 3-2-1 سب کن سب کن. سیاوش اینجوری بگی. نه بردم کات نه خب ببخشید بینندگان عزیز، برای بالای 18 سال خب خیلی خطرناک بود این قسمت، مجبور شدیم نشون ندیم. من بردم بعدم بردم.
آقای چراغی پور عزیز، خیلی خوشحالم که بیشتر با تو آشنا شدم. دمت گرم به خاطر اینکه امشب مردمو خندوندی، لطف کردی، دلنشین، دوست داشتنی، مثبت. مخلصم، دورت بگردم. خسته نباشی، گرم. دم شما هم گرم جان. ممنون از همه. به افتخار سیاوش چراغی پور، قربونت برم. بفرم، خوش اومدید. بله دوستان، میخوام پانتومیم بازی کنیم. خیلی بدیهی و ساده. این تو یه چیزایی نوشته، این باید بازی کنه و حدس بزنه. ارشیا نجیمی، مصطفی احمدی، یه تیم، امید محرمی، سعید نوری، یه تیم دیگه. 3 2 1 برو عینک. تموم شد. خیلی آسون بود. خوشگل بوزه سالی شهر بزنه. خیلی آسون بود. با شما رو من 3 2 1 دو کلمه است کلی به هم میگی. خب روحم، رو رو، خب دایره، چرخ و فلک، خوشتو با من نکن. آره باید اولش کن. روی رو داره، اولش روه. تمام شد. رو درختی، نه رو مخی. آدم بود. رو مخی داره، آدم رو دارم میکشم. اول بگو آدم سرش. آجی دیگه اشاره مستقیمه. دست بزنی. خیلی عالیه. تا اینجا اون تیم یک امتیاز داره. سه آه یک. خیلی آسونه. این چیکار میکنه؟ حیوانه؟ گوسفند؟ خب صداشو که نباید داره دیگه. سرش چیه؟ صدا داشت. گوسفند بزرگ؟ به خودش اشاره میکنه. آقا اشاره مستقیم دارم میکنم. توپل؟ تموم شد. تمام شد. گوسفند فربه. دو کلمه. کلن دو تاه. خب نوشتن، تقلب، امتحان، امتحان کنار. خب کلمه بعدی، آفتاب، خورشید، ماه، امتحان. من فهمیدم با این میشم. ماه به قرآن اگه فهمیدم. دور، ماه دور. باور کن فهمیدم. سما سما بگو تو. امتحان شبانه میخواستم بگم. بریم بفرمایید. 3 2 1 یک کلمه هست. قورباغه. وزن. باریک. حتی خوشحالی هم نمیخوام کنم. دو کلمه است. خب کلمه اول، تفنگ، اسلحه، شلیک، گلوله، گلنگدن. تفنگ چیه؟ خب تهشتانی شما رو صحبت کن دیگه. دو اولی، سر، تاج، پادشاه، تاج دیگه، تاج. تاج چیه؟ تمام، سلسله قاجار. کارمندی، مسافری، بانک، گیت بانک اینجا، اداره است، اداره، اداره، اداره پولو داره، اداره مالیات. باریکلا. ببینم. چیه؟ ببین یه چیزی که بردون شما نوشتی؟ شما برای باخت اومدیم. بگو. خب اینو چه جوری اجرا کنه؟ نامه. سه سمانی یک برای ما کمه، یه دقیقه ما آقا هم میگه. سعید بگو، سعید بگو. امید احتمال کنم. امید سکوت. مغزم بشه سکوت. نمیتونی خیلی قبار بشه. بخش بخش. خب بیحال، کشته شده، مرده، مرده، مرد، ما، مر، مر، مه، مرشو برده، مر، مر. خب را، مرادی، مراد، مراد، مرادا، مراد آباد. تمام شد. مراهمی؟ خیلی خوب داشت میره. مراعات. خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. مساوی شدیم بادم. یک یک. آره یک یک مساوی. یک 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 مساوی. بریم بخش بعدی رو ببینیم. متشکرم. خیلی ممنون از همه. شبتون بخیر. بچه ها آمادن برای اجرای بخش حاضر جوابی با علی اسدیان، محمد علی، مصطفی و حنیف. من یه موقعیتی رو میگم بچه ها، خیلی کوتاه فرصت دارید اگه میخواین مشورت کنید یا خودتون فکر کنید و باید اجراش کنید. بعض وقتا یه نفر است، بعض وقتا بیشتر، و منم امتیاز میدم. چند بار میگم امتیازا رو هر دفعه با هم جمع میکنیم. هر کی امتیازش در جمع کمتر از بقیه شد مجازات میشه. امشب مجازاتمون آرت تو صورته. آماده این؟ بله بله. شما آماده این؟ بله.
موقعیت اول 4 تا دوربین مدار بسته این شما که از چیزایی که دیدین تعریف میکنی. چیکار میکنی شما حنیف جان؟ چه فلافلی دوربین مدار بسته نمیخواد. شیشتا میذارم. آفرین. آره خیلی ممنون مصطفی جان. داری میدی؟ چیکار داری میکنی؟ من سقف رو نگاه میکنم. من چرخوندن رو به سقف اینجا نمیدونم چه خبر. خدا شاد آفرین. فردا نیایی به فرسی اینجا کی و اونجا کی رفت کی اومده و خود چرخوندش پایین. آفرین. تو چی محمد علی؟ عادتاً که دوست تنها کاری که میتونم بکنم این که فوش بدم. بیادم بیتر بیاد و بقیه فوشایی که میشه اینجا گفت. خیلی ممنون. خواهش میکنم. ادبش هم کردی. میتونی صاف وایسی. علی اسدی هم چی شد؟ 31 واف 636 ایران 12 عکس گرفتی؟ خوب بود. دمتون گرم. خب حنیف 6 تو خلاقیتت خوب بود. بالا رو نگاه کردی. 7 محمد علی چیکار کرد؟ دو تو همیشه یادم توهین کرد. نه میدونم خوب بود. 7 علی به نظر من همه قشنگ‌تر بود. این دفعه 8 دست بزنید برشون. بهتر نبود؟ 10 میخواستی؟ نه بابا 10 چی؟ خب بعدی بچه موقع دزدی یهو چراغا روشن میشه، صاحب خونه میاد بالا سرتون. دو نفر برید اینو. آفرین. شما دزدی. خب. بچه‌ها. شایان توی؟ اینقدر خانه ها زیاد رفته نمیدونستم با هم کار زدم. ببخشید داداش. خانه ها خیلی زیاده. خوب بود. آفرین. آفرین. جاتون هم عوض میکنی؟ آره. خب بریم. تو بشکم میزنی روشن شده الان. بله میخواستم بدونم که مثلا چراغ رو چراغ روشن شد. برو ببین دروغ خیلی کار زشتی ها. تو الان باید ترکیه میبودی. گفتی دارم میرم ترکیه. خوب بود. آفرین. بیا جلو دست بزنید. آره شما میدونید الان دارن فکر میکنن دیگه. تمرین که نداشتن. آره بفرمایید. تئاتر شهر همینجا سیده درسته؟ یه بچه چراغ من روشن میکنم. بله دست دارم. لطفا من نسرم. ما اینجوری دست بزنیم. دست دارم. تو بزن. نه برو تو. من نمیزنم. روشن کن. سلام های اکبری. خانمتون پیغام دادن که خیلی شما رو دوست دارن. تولدت مبارک. تولدت مبارک. آفرین. خب به ترتیب از حنیف میگم. حنیف 9. واه واه. مصطفی اول رفت. مصطفی 6. من دوم رفتم. نه دیگه. اولیا 6 میگیرم. نه بابا. تو دوم رفتی 3. نه ولی یادمه حالا شاید ترتیب شد 6 محمد علی 7 علی چیکار کردی؟ همکار بود طرف. آه همکار بود. 7 دست بزنید برشون. خب شما یه سری موجود دریایی هستین. ستاره دریایی چه میدونم اسب آبی فلان چیزا که تو دریا. آفرین. اونا خودتون انتخاب کنید. تو دریا فقط ستاره داریم و اسب دریایی. نه چیزای دیگه هم هست. توجیهاتی که شما موجودات دریایی واسه دیر رسیدن به مدرسه میارید. هر کدوم یه چیزی بشین و دیر برسین مدرسه. بعد رسیدین بهتون میگن چرا دیر رسیدین. فهمیدین چیکار کنید؟ آره بله بله. چی میاد؟ درسته گیج میزنه ولی میفهمه. محمد علی میره. بیا محمد علی. بعد به ما بگو چی و اینا. من خیلی عذرخواهی میکنم ببخشید. من این زانوام خاک آورده نمیتونم دیگه بود. شما چی هستین؟ من مهم نیست. آب میاره تو خشکی تو آب خاک میاره زانو.
زانوش خاک بود. میگه تو خاک آب میاره، تو آب خاک میاره دیگه. منطقی بود. منطقی بود. بفهم. مخاطب شما قرار دادی. معلم شما. بله بله بفهم. باش باش باش. من آقای سفره ماهی ام. خب آقا میدین چیه؟ ما زنگ اول ورزش داشتیم، دوستان شیم بیایم. هر دفعه میایم هی زنگ ورزش شنا 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 شنا. خب بعدمون میاد دیگه. راست. آقا شرمنده، ما تو خانه ما مرواری دم. خب تو خانه داشتم می‌خواستم حرکت کنم بیام بیرون، در بسته شد دیگه، هم وانش هر بکرم نشد. راست میگه. چرا مرواری مشهدیه؟ مرواری دریای مشهدی. مرواری مشهدی هم داریم دیگه. آره دیگه، مرواری معمولا مشهدی. دیر حق دارم دیر بیام. خب حق دارم دیگه. من خونم تو اقیانوس آرامه، بعد کلاسو دارین تو اقیانوس منجمد شمالی برگزار میکنین. دوری راه زیاده آقا. خوب بودین بچه ها، همه تون خوب بودین. 4-8 به افتخارشون. عالی. چرا یه نفر مثلا نیومد بگه که مثلا منم الان اومدم رسیدم؟ بگو برای چی دیرو من؟ بابا 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 تو آبم دیگه. باری کلا ده اول رفتین شیش بعد درد دل اعضای بدن رو بگین. 4 نفر بریم. اعضای بدن شید، هر کدوم یه عضوی از بدن شید. من اول بیم. بفرم. بابا یه قسمت عفونت کنی ببینم من گلوبول سفید کجا باید بگیرم تو. عفونت بدنشو گرفته بود. خب گلوبول های سفید دوستان سربازان بدن هستن. یعنی باید گلوبول قرمز میاد تو رگ میبینه که همه سفید هم، میگه چرا منو در شریان نذاشتین؟ خب کی میاد؟ ما دوتایی میخواییم بریم. بفهم. تو به چه هوایی؟ تو چجوری اینقدر سالمی؟ تو چجوری اینقدر بدبختی؟ با من هی سیگار میکیکن. ما هر روز میدویم. ما خیلی میدویم. ببین ریه ششه اون ها. ریه آدم معتاد و آدم ورزشه. آفه دست بزنه برشون. بله آقا مصطفی احتمالا خط ریشه. بیا تو چته؟ چته؟ من زبون درازم. آب کردین ها بچه ها. آفرین. زبون دراز 6. شما دوتا بچه ها دوتا چی بودین؟ آموزنده بود. باشه آموزنده بود، به نظرم حداقل 5 امتیاز داره. ولی خب 10 ولی تقسیم بر 2. دوتا 5. آفرین. آفرین. تو گلوبول خیلی بهتر بودی. گلوبوله با حالتا بود. چند بدیم؟ 8. دست بزنید براش. خب بچه ها جلو یک کسی وانمود میکنید دارید با تلفن حرف میزنید، یه ها موبایلتون زنگ میخوره. من خیلی این بلا سرام اومده. اولا که موبایل با کلاس بود مخصوصا. آماده این؟ بله. کی اول میاد؟ خوبی؟ قربونت برم. آره بیرونم. رینگ رینگ. من گوشیم دو سیم کارته، اون یکی زنگ خورد. عالی بود. باری ممنون که توضیح دادی. خب مرسی. سعید گفته میشه مجبور میخورم. خب کی میاد؟ خب علی. علی داداش اون زمین ها رو فروخت یا نه؟ گرین گرین. گوشی ما رو آلارمه، باید بخوابم. ما الان وقت خوابم شرمنده. با آلارم بیدار میشم نمیخوابم. دیگه ما وقت خوابه. آقا یه ورس میخوام بخورم. او بود یه لحظه. الو سلام خوبی؟ جینگ. این هفته پیش گوشیم افتاد داخل آب، تازه الان زنگ زد. او بود. آفرین. بله داشتم میگفتم. آره اون که درسته. بله
داریم حرف میزنیم همزمان، چرا دوباره من زنگ میزن؟ بله بله بگو. خب بود همزمان. خب امتیازاتتون سخت بودیم. سخت بود انسان. آره منم سعی میکنم بیشتر بهتون امتیاز بدم. اول مصطفی تو زنگ خورد گوشید قشنگ بود، 7 یعنی زنگ خوردگی با آب. آره محمد علی دو سیم کارت بود، 6 تو چند دادم؟ من 7 خوب بودم بس. علی چی کار کرد؟ آلارم بود گوشی میخواست آلارم خواب 6 حنیفم یارو دوباره اومد پشت خط انگار خودش بود نمیدونم. حنیفم 6 دست بزنید براشون. آفرین. خب خیلی ساده است، جستجوهای احمقانه در گوگل. کیبورد بگیریم جلو دستمون و سرچ کنیم دیگه. همین یه چیزایی دیدید مثلا سرچ می‌کنن توی کامپیوتر رفته بهش میرسی میگی این چی بوده این سرچ کرد. اوکی آره از این ور بریم سرچ کنیم. تو اینجا وایم سی بریم کی میره از تو بریم. بریم من با فکر کنم راههای برداشت ادامه خواب دیشب. آره دانلود آهنگی که میگفت دین دری دی دین دین. آفرین مصطفی. دانلود عبدالله نت قطع شد، فقط 1 متر دانلود شد. خب حنیف 8 عالی بود، علی 8، مصطفی 9 واقعا و و بریم بعدی دیگه چون نصفش دانلوده واقعا همین. محمد علی هم 8 دست بزنید براش. محمد علی من میدونی که من واقعا ناراحت نمیشم. قربونتون برم الان با اینو میگفتم باقی چی با میشی میدونی کی باخته؟ علی اسدی ها. دست بزنید دست بزنید. بین شما کی ورزشکار نفسش خوبه؟ کی امتیازه من نفسه؟ تو بیا تو بهت میخوره بیا قربونت برم بیا نه هیچ کاری نکن فقط بیا ما فوتتو میخوایم. اسم تو فقط به من بگو چون میکروفون نداری. علی آقا برای علی آقا دست بزنید. ما 3-2-1 میگیم شما فوت میکنید دیگه. علی حرف نزن تو هم همینطور همش مال همینه همش نه دیگه همش نه صدات نمیاد صدات نمیاد علی وایسا صاف چشات هم ببن میرزه رو لباسم چشات رو ببن بله نه تست بیا به لباست هم میبین وایسا وقت نداریم 1-2-3 بشمارید آقا فوت کنن یه جلوت علی چشات ببن علی چشات ببن علی علی خودش خودتو چی کار کردی؟ خودتو دستتو میگم فوت کن بیشتر بیشتر بریم بریم قسمت من هر کاری میکنی مصطفی متوجه میشه. خب بیا با گوشیامو به یه اسم دیگه پیام بدیم به برنامه. من میشم داوودی تو میشی رضا از شهریار. خوبه اما خاطر من مشهد شهریار نمیشه. خب تو بشو رضا از شهریار اما میشم علی اسدیان از مشهد. علی اسدیان میفهمه تو باید بشی علی اسدیانی. علی اسدیانی از مشهد می قبول میکنی میفهمه انقدرم دیگه چیزی سگه. خب علی اسدیانی ابراهیم اسدیان خوب ابراهیم اسدیان ای بفهمی چی؟ نمیفهمی ای بفهمی ممکن بفهمه میگم چیکار کنیم ای بفهمی یا متوجه نمیشه آقا من فرستادم مطمئن قول قول من فرستادم بیا قول ما الان پیام قول دادی آقا بس ما پیام قول دادم همین الان پیام بده خب بگو من از طرف من بگو که بگو از طرف اسم صابخونه هم بگو بی احترامی کن از طرف صابخونه صابخونه فامیلش چیه هیدری خب چی بنویسم براش بگم؟ بنویس که بوق 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 سه تا بوق ها؟ دعوا میشه سه تا بوق سه تا بوق بوق اگه
من کی بودم؟ رضا از شهریار. حالا سر را مارلیک مسافر زدی زدی داداش. تو بوخ زدی؟ آقا از خدا که پنهون نیست، از شما هم پنهون نباشه. این که نشد وضع اجرای برنامه که اصلا نمیشه اینجوری که همش یا منو با تناب میبندن یا بیهوشم میکنن. اصلا امنیت جانی ندارم من تو این برنامه. با من به خاطر خوشایند چهار تا بازیگر که نمیتونم نظرات مردم رو عوض کنم. الان مثلا آقا یا خانم داوودی نوشته از مجری بکستیج میخوایم بیشتر هوای بازیگران را داشته باشد. از این بیشتر دیگه؟ یا مثلا رضا از شهریار نوشته کمی مهربانی با تیم بازیگران به جای بر نمیخورد آقای صاحبی. از این دیگه مهربونتر؟ از این مهربونتر؟ یا مثلا محمدی نوشته پیامک ها رو بذاریم بیشتر بازیگر. آقا من خسته شدم، من اصلا دیگه نمیتونم ادامه بدم، من یه دقیقه هم اینجا نمیمونم. متشکرم. شب همتون بخیر. تا اینجا که خیلی به من خوش گذشت، امیدوارم به شما هم خوش گذشته باشه. طبق اکثر برنامه ها یاد میکنیم از یکی از عزیزانی که خیلی برای ما خاطره سازی کردن. امروز سراغ کسی میریم که اتفاقا چندین سال ایشون رو از دست دادیم، ولی همه ایشون رو به یاد میارن و با هنرمندی هاشون که 150 تا کار مختلف داشتن حتما خاطره دارید. یعنی واقعا رزومه شون خیلی خیلی پرباره و بقیه نمیتونی توضیح بدی. خواهش میکنم که خانوم حمیده خیرآبادی عزیزمون رو تشویق کنی. روحشون شاد. بله، تصویرشون هم دارید میبینید. یکی از به یاد ماندنی ترین مادران سینمای ایران بوده تو کارهای خیلی زیادی. حتما خانوم خیرآبادی زنده یاد و یادتون میاد. کیا میتونن سریالاشو بگم؟ مثلا پدر سالار رو من گفتم دیگه. چی؟ باز میگه پدر سالار. پدر سالار رو فراموش کن. دیگه چی؟ خانه سبز. خانه سبز. تو خانه سبز باری کلا بودن. آفر. اتفاقا تصاویری که داریم فکر کنم مال خانه سبز. میخوایم فیلم. خیلی کارهای دیگه. این خانه دور است و اصلا اینقدر زیاد بوده. و ایشون مادر خانم سرای قاسمی هم هستن. اینم در جریان هستید حتما که خود خانم سرای قاسمی هم از بزرگان سینما و تلویزیون ما هستن. و میبینید که تصاویر مربوط به کارهای دیگه شونه. خیلی کار قدیمیه. قاعدتا خب چند سال ایشون از دست دادیم و همه هنرمندایی که در کنارشون هستن هم باز خاطر سازان. یه ویدیو هم داریم ازش، ببینیم با هم دیگه. تا حالا اینطوری ندیده بودم. اگه چطوری هم؟ خودت خوب میدونی. دیده بودم ساعتو میرفتی تو اتاق خودتو حبس میکردی، ولی بعدش خندون میامده بیرون. بله، یه وقتم آدم خندون بیرون نمیاد. اگه طوری میشه؟ نه، چون قبلنا ندیده بودم نمیدونستم، ولی حالا که فهمیدم میخوای بهت بگم. چه فرقی میکنه؟ یعنی فرقی نمیکنه سبایی؟ خوب میشم، فقط حالا ازم نپرس. باشه، نمیپرسم. بله، روح شاد. خیلی ممنون. میدونی چند سال از فوتشون گذشته؟ 10 سال؟ 20 و چند سال؟ نه دیگه اینقدر. 89 ایشون تو 85 سالگی فوت کردن. روح شاد باشه و امیدوارم که دل همه شما هم شاد باشه. متشکرم ازتون. پایان برنامه است. اگه که میخواید برنامه رو جدای از وقتایی که از شبکه نسیم، یعنی یک شنبه تا چهارشنبه پخش میشه و البته تکرارش ببینید، از تلویبیون هم میتونید استفاده کنید. و امیدوارم که صفحه ما هم داشته باشید. آدرسمون رو بلدین؟ نه، معلومه که نه. بگو بخند آندرلاین تیوی. چیوی؟ تیوی. باریکلا، عالی گفتین. یه دست برای خودتون بزنین. متشکر. ممنونم. از طرف من باباها رو ببوسید و زندگی خیلی زود میگذره. خیر از شما. آره، قدر همو بدونین. زنده باد. بازم به افتخار خودم. متشکر.